سلام خدمت دوستان عزیز، اومدیم در کارگاه تا اینورتر جوشکاری مدل 3510 وینر که یک مدل سلولوزی هست رو به صورت عملی تست بکنیم. برای دوستانی که برنامه آنباکس رو ندیدن خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون که این دستگاه 8 عدد IGBT 60T65 داره و همینطور مدل 3510 وینر قابلیت جوشکاری به صورت دائم با الکترود سایز 4 و به صورت مقطعی با الکترود سایز 5 رو داره. در وسط شما الکترود روتایلی 6013 سایز 5 رو می‌بینید و در طرفین الکترود غلیایی سایز 3.2 و همینطور الکترود سلولوزی 6010 سایز 3.2. قراره که جوشکاریمون رو به صورت جوش گوشه یا جوش سپری انجام بدیم. چند عدد پلیت تهیه کردیم، خال جوشامون رو زدیم و به شکل تی جوینت می‌خوایم کار جوشکاری رو انجام بدیم. کابل الکترودمون رو به کانکتور مثبت و کابل اتصال یا کابل گیره رو به کانکتور منفی متصل میکنیم. آمپر رو برای 190 میذاریم و تست میکنیم. خب همین آمپر خوبه، با آمپر 190 شروع میکنیم به جوشکاری. اجازه میدیم کارمون خنک شه، گل جوش رو پاک میکنیم و میارم خدمتتون نشون بدم. تا این کارمون خنک شه بریم جوشکاری بعدی رو هم انجام بدیم. آمپر بر روی 120 و شروع میکنیم به جوشکاری. نمونه تستمون رو میذاریم کنار تا خنک شه و بعداً گلوچش رو در میاریم. خب دوستان عزیز، بریم تا بدقلق‌ترین الکترود جوشکاری یعنی الکترود سلولوزی رو با هم تست بکنیم. گلدوش هر سه نمونه رو پاک بکنیم تا نتیجه جوشکاری رو با هم ببینیم. اول از همه بریم گلدوش الکترود 6013 رو پاک کنیم. نتیجه جوشکاری با الکترود 6013 سایز 5، الکترود غلیایی 7018 الکترود غلیایی 7018 وقتی شما با الکترود سلولوزی جوشکاری میکنید گل جوش چندانی بر روی سطح کارتون باقی نمیمونه. تماشا کنید. خب همونطور که میبینید ضخامت گل جوش بسیار کمه. خب دوستان، اینم نتیجه جوشکاری با الکترود سلولوزی. خب دوستان عزیز، دارید نتیجه جوشکاری با اینورتر سلولوزی 250 آمپر وینر رو میبینید. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید. هر جایی که هستید خوب و خوش باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.